سلام، دکتر ناصح هستم. میخوام در مورد جایگزین های طبیعی قرص آهن صحبت بکنم، در واقع قرص آهن طبیعی. موارد متنوع تری هم خواهم گفت که اگر در هر گوشه دنیا هستین بتونید به برخی از این موارد حداقل دسترسی داشته باشین و سلامتیتون تامین بشه. یکی از بهترین منابع آهن و در واقع قرص طبیعی آهن و بسیار مؤثر یک غذاست، یک غذای حکیمانه و استثنایی کهن ما به نام فسنجون یا فسنجان. یه غذای فوق العاده مقوی که معمولا مغز گردو داره، شما میتونید بهش مغز بادام هم اضافه بکنید. گوشت هم داره، اما اگر بادام و گردو ریختین گوشت هم نریختین اشکال نداره، به اندازه کافی مغذی خواهد بود. این غذا رو افرادی که کم خونی دارن، فقر آهن دارن و میخوان بدنشون تقویت بکنن، هفته ای 3 الی 4 مرتبه تو برنامه‌شون قرار بدن. ببینید، باید غذای شما داروی شما بشه. اولویت برای بهبودی غذاست نه دارو. یک جمله خیلی مهم منتسب به حکیم زکریای رازی هست که واقعا تأثیر گذاره. میگه اگر طبیبی بتواند با غذا بیمار خود را درمان کند اما سراغ دارو بره، کمر به قتل بیمار بسته. دقت بکنید، تازه اون زمان که صحبتش بوده داروی گیاهی بوده. یعنی شما وقتی میتونی با دادن یک غذا حال بیمار رو خوب بکنید، چرا باید سراغ دارویی بری که به هر حال عوارض داره؟ هر دارویی حتی نوع گیاهیش عوارضی به هر حال داره، اما غذا چیزی که شما میخورید، انرژی کسب میکنید ازش، بهتره که غذای شما داروی شما باشه. برای همون اول صحبت هم یک غذا اسم بردم برای بهبود فقر آهن، یه عنوان یک قرص آهن، و همینطور تمام توصیه که من دارم غذاییه، میوه، سبزیجات، موارد خیلی دم دستیه. سراغ گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و موارد متفرقه نمیرم، تو برنامه‌م نیست. مورد بعدی حلیم گندمه، فوق‌العاده برای بدن خونسازه و یک قرص آهن طبیعی محسوب میشه. مورد بعدی خوردن مویز هر روز صبح ناشتاست، یک قرص آهن طبیعی فوق‌العاده است. گزینه بعدی خوردن مغزجاته. مغزجاتی مثل بادام، فندق، پسته، گردو، یا اگر دوست داشتین مغز بادام هندی، مغز بادام خاکی یا زمینی، که دارو میتونین خالی یا ترکیبی یا به صورت عصاره‌گیری شده به عنوان شیر گیاهی تو برنامه‌تون داشته باشین. به هر مدل خوردین خوبه، ولی توصیه اینه که در روز 15 تن بادامو مصرف بکنید که دیگه نیازی به قرص آهن نداشته باشید. گزینه بعدی ارده است و کنجد. کلن ارده و کنجد منبع خوبی از آهن هستن که میتونید حالا ترکیب بکنید ارده رو با عسل که باز عالی تر میشه، یا با شیر انگور، شیره خرما، شیره توت که فوق العاده اثر بخشی بیشتر و بهتری خواهد داشت. تو سبزیجات، سبزیجاتی که برگهای تیره تری دارن منبع مناسب تری است آهن هستن، مثل برگ کاهو، لایه‌های بیرونی ترش که تیره تره، که برعکس معمولا میوه فروشی ها، سبزی فروشی ها همون تیکه رو دور می‌ریزن، خاصیت بیشتری داره. سبزیجاتی مثل جعفری، مثل شوید منبع خوبی از آهن هستن که میتونید به صورت نکتار، آب سبزیجات اینها رو نوش جان بکنید. منبع دیگه آهن، قرص آهن، انجیره. چه بهتر با زیتون شبها خورده بشه، منبع خوبیه، خونسازه. مورد بعدی جوانه هاست، به طور ویژه جوانه یونجه. کلن یونجه خونسازه، ولی باز جوانهش اثر بخشی بهتری داره. همینطور جوانه گندم هم اثر خوبی برای تأمین آهن بدن داره. و مورد بعدی که فوق العاده عالیه، فالوده یا پالوده سیبه. یه دونه سیب رو، سیب متوسط رو خوب ریز بکنین، رنده بکنین، یک قاشق عسل، اگر دوست داشتید یک قاشق گلاب یا یک قاشق عرق بیدمشک هم متناسب با سلیقه و علاقه که دارید بهش اضافه بکنید، و اگر هم دوست داشتین بیشتر خودتون رو تحویل بگیرین، مغز بادام یا پسته هم روش بریزین. یه ترکیب فوق العاده عالی، بهترم از کمی خنک نوش جان بشه، و هم برای بچه‌ها هم برای بزرگسالان میشه یک قرص آهن عالی و بسیار خونساز، بسیار اثر بخش این پالوده سیب. اینا که گفتم دیگه مهمترین و مؤثرتریناش رو عرض کردم، مگر مواردی که آهن بدن رو تامین بکنه زیاده، هنوز هست. اینا که گفتم هم نسبتاً قابل دسترسی تره، هم اثر بخشی خیلی بیشتری داره. و یه نکته مهم دیگه این که غذاهایی نخوریم که خودش مانع جذب آهن در بدن بشه، که ما نیاز داشته باشیم که قرص آهن بخوریم. یکی از اون موارد چایه. چای مانع دفع آهن میشه.
یکی دیگه از اون موارد قهوه است. قهوه مانع جذب آهن غذا میشه. یه مثال براتون بزنم، در گواتمالا کشوری که قهوه خیلی زیاد مصرف میکنن، حتی بچه ها از خردسالی مصرف قهوه دارن، بررسی کردن بچه هاشون خیلی کم خونی دارن و مجبورن که قرص آهن بخورن. در این پژوهشی به خردسالان دیگه قهوه ندادن، ممنوع کردن براشون، و بعد دیدن که نتیجه شگفت انگیز بود، دیگه نیازی به مصرف قرص آهن نبود در اون بخش جامعه. قهوه، چای، محصولات حاوی مواد نگهدارنده، حاوی مواد شیمیایی، فست فود ها، خصوصا نوشابه، اینا همه مانع جذب آهن مناسب به غذا میشه. و خب منطقیش اینه که ما به جای اینکه سراغ قرص آهن بریم اینا رو حذف کنیم. یه معرفی هم داشته باشم، یه چنلی هست به نام چنل سلامت و آشپزی. به خاطر رویکرد جالبی که داره به نظر مناسب دیدم که ازش حمایت بشه. تو این چنل دستورات آشپزی که آورده با محوریت بهبود و پیشگیری از بیماری هاست. به طور مثال برای یبوست چه غذاهای خوبه که مصرف بشه دستور بخودش آورده، برای کمخونی چه غذاهای مناسبه دستورات خوبی آورده، غذایی که برای تامین کلسیم بدن مناسبه رو معرفی کرده با دستور پختش، و از این بابت مطالب خیلی مفید و کاربردی معرفی کرده. پیشنهاد میکنم که از مطالبش استفاده بکنیم. امیدوارم که همیشه سالم و پر انرژی و سرحال و با نشاط باشیم. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدارتون.